انتخابات عراق. کمیسیون حقوقی پارلمان عراق اعلام کرد با توجه به اتمام دوره نخست وزیری مالکی، بی از نیمه خرداد ماه آینده به عنوان نخست وزیر اجرایی خواهد بود تا فقط امورات کشور را تا تعیین دولت آینده پیش ببرد. به گزارش تلویزیون التغییر، شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه جمعه کربلا اعلام کرد مردم امیدوارند شاهد تغییر باشند، زیرا که خیلی از مردم نسبت به 10 سال گذشته ناراضی هستند. تلویزیون بغداد گزارش داد در شهرستان قائم در استان علمبار خطیب جمعه ادامه نخست وزیری مالکی را رد کرد و در مورد ظلم مالکی در علمبار و دیگر استانها گفت وضعیت رمادی در فلوجه و کمربندی بغداد و دیالی با سرکوب مالکی فجیع‌تر از وضع بغداد در زمان اشغال آن توسط تاتار و مغول است. شیخ باسل اکرم خطیب جمعه تکریت نیز استمرار ظلم در عراق توسط مالکی را محکوم کرد و گفت ظلم در عراق بس است. وی افزود حفظ حرمت خون مسلمانان بر همه واجب است. مقداد شریفی عضو شورای کمیسرها در کمیساریای انتخابات عراق گفت گزارش برخی رسانه‌ها از دخالت نیروهای امنیتی در کار برخی مراکز در بغداد و خارج کردن ناظران درست است. وی افزود کمیساریا تحقیقات در این رابطه را شروع کرده است. منابع مطلع گفتند نیروهای امنیتی تعدادی از مراکز انتخاباتی در بغداد را محاصره کرده و اقدام به اخراج ناظران جریانهای سیاسی کردند. تلویزیون رافدین گزارش داد کمیساریای انتخابات دلایل و اسناد مصبری در اختیار دارد که نشان دهنده انجام تقلبات سازمان یافته توسط ائتلاف مالکی با کمک نظامیان و شبه نظامیان فرقه گراست که از جمله از طریق به کار گرفتن شیوه های دادن زمین به شهروندان برای جلب آرای آنها صورت می گیرد. بنا به این گزارش، کمیساریای انتخابات در استان صلاح الدین اعلام کرد یک هواپیما به شعبه کمیساریای شهرستان توس‌خرماتو برای انتقال صندوق‌های آرا به شهر کرکوک به جای تکریت آمده است. به رغم اینکه توس‌خرماتو به لحاظ اداری به استان صلاح الدین وابسته است، این خود یک نقض قانون است. ظافر الانی سخنگوی ائتلاف متحدون گفت ما مطلقاً در دولتی که مالکی آن را رهبری کند شرکت نخواهیم کرد. این موضع نهایی ما در لیست متحدون است. من فکر می‌کنم غیر ممکن است مالکی بتواند اکثریت را برای تشکیل دور سوم نخست وزیری به دست آورد. حتی در داخل ائتلاف شیعی مخالفت شدیدی با او وجود دارد. 8 سال گذشته به ما می‌گوید باید در فکر تغییر ریشه‌ای باشیم. رسانه‌های رژیم آخوندی کماکان به تبلیغات خود مبنی بر جلوداری لیست مالکی در انتخابات ادامه می‌دهد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت با شمارش آرای 11 استان عراق مشخص شد که ائتلاف دولت قانون مالکی توانست 55% آرای رای دهندگان را به خود اختصاص دهد. درگیری‌های عشایر با نظامیان مالکی. تلویزیون عرافدین گفت درگیری‌های عشایر با نظامیان مالکی در شهرهای بپا خواسته به ویژه مناطق کمربندی بغداد با شدت ادامه دارد. در رمادی عشایر کنترل خود را بر اغلب مناطق جنوبی شهر و جزیره آن حفظ کردند و ابتکار عمل را در دست دارند. درگیری ها در نقاط مختلف با برتری انقلابیون گسترش یافته است. بر اساس بیانیه های نظامی آنها به مراکز نظامی تهاجم کرده و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفتند. رافدین افزود فرمانده گردان سوم تیپ 22 لشکر ششم مالکی که 3 روز قبل در منطقه شیخ عامر در رویارویی با عشایر هدف قرار گرفته بود، روز جمعه در بیمارستان کاظمیه بر اثر جراحات وارده کشته شد. رافدین همچنین از کشته شدن شمار دیگری از نظامیان مالکی خبر داد. به گزارش تلویزیون الجزیره، منابع بیمارستانی در فلوجه گفتند
بر اثر آتشباری کور و بی هدف نظامیان مالکی به مناطق متعددی از شهرهای فلوجه و گرمه طی دو روز 1 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.